در پی آزادی منطقه القیاره در 65 کیلومتری جنوب موسل در استان نینوای عراق به دست نیروهای عراقی تروریست های داعش اقدام به آتش زدن گسترده چاهای نفت کردند صالح الجبوری مسئول منطقه القیاره در شورای استانداری نینوا در این باره گفت آسمان القیاره به علت تداوم آتش سوزی در پنج چاه نفت از ابری سیاه پوشیده شده و اگر دولت مرکزی و سازمان های مربوط اقدامی فوری انجام ندهند با یک فاجعه زیست محیطی روبرو خواهیم شد به گزارش از شرقلوسط او در ادامه مدعی شد وزارت نفس خودروی آتش نشانی و یک ماشین حفاری برای خاموشی آتش اعزام کرده است اما تا کنون موفق به خاموشی حتی یک چاه نفت هم نشدند بنابر این گزارش ابریسیاه سیاه آسمان القیاره را پوشانده و نفت در خیابانهای شهر جاری شده و به رود دجله رسیده است اما در مقابل وزارت نفت عراق با تکذیب این ادعا اعلام کرده است که شرکت نفت عراق توانسته آتش سوزی در چهار چاه نفت را خاموش کند و مانع از سرایت نفت به روده دجله شود دکتر عبدالحسین المنزری کارشناس اقتصادی و مدیر بانک نهرین عراق درباره میزان خسارات وارده برآورد کرده که میزان خسارات از یک میلیون دلار در روز فراتر رفته است